عکس فوری شماره 8، ژاک دریدا، ناصر فکوهی. ژاک دریدا 1930 تا 2004 فیلسوف فرانسوی بود. دریدا زاده الجزایر بود و از جوانی به پاریس آمد و به زودی برجستگی خود را در زمینه اندیشه نشان داد. شهرت وی به خصوص به برکت ابداع مفهوم ساخت زدایی در فلسفه است. هرچند وی خود از هوسرل، هایدگر، فروید و لاکان ملهم شده بود، اما توانست در گسترش اندیشه خیش بسیار فراتر از حوزه فلسفه برود. نقد اساسی خود را متوجه سنت هژمونیک زبان در اندیشه فلسفی غرب کرد. کتاب گراماتولوژی 1967 از این لحاظ توانست او را به مثابه یک فیلسوف بزرگ فرانسوی و سپس جهانی تثبیت کند. وی به مثابه استاد مدرسه عالی مطالعات اجتماعی و سپس در دانشگاه ایرواین در کالیفرنیا در طول بیش از 3 دهه تأثیری بی نهایت بر شکل دادن به اندیشه های جدید داشت و می توان گفت در آمریکا بیشتر از فرانسه شهرت داشت و مؤثر بود. تأثیر اندیشه های وی در جهان پس از درگذشتش در سال 2004 همچنان تا امروز ادامه یافته است. آثار وی به اغلب زبان های مهم دنیا ترجمه شدند و از لحاظ میزان تأثیرگذاری او را می توان تنها با چند اندیشمند بزرگ دیگر فرانسوی از جمله رولان بارت، میشل فوکو و پیر بوردیو مقایسه کرد. ژاک دریدا نویسنده‌ای بسیار پرکار بود که بیش از 100 کتاب، 100 مقاله و بسیاری آثار دیگر از خود به جای گذاشت که هر روز به زبان‌های جدیدی ترجمه می‌شود. وی همچنین در 2 فیلم ایفای نقش کرد و چند کتاب صوتی را نیز عرضه کرد.